دانشور، یکی از بزرگترین رمان نویسان مدرن ایران و یکی از مدافعان سرشناس حقوق زنان بود. او در 90 سالگی به دنبال یک دوره بیماری بلند مدت در منزلش در تهران درگذشت. خانم دانشور بیش از همه با رمان سومشون نزد علاقمندان ادبیات ایران شناخته شد. این رمان در دهه 1320 در جنوب ایران میگذره و از پرفروشترین رمان‌های تاریخ ادبیات ایران محسوب میشه و تاکنون به 17 زبان زنده دنیا ترجمه شده. داستان در مورد زندگی یک خانواده زمینداره که در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در شیراز زندگی می کردن. سیمین متولد شیراز بود. اون به دبستان و دبیرستان مهرآیین رفت که دبستان و دبیرستانیه که به زبان انگلیسی در اون تدریس میشه. اون تنها از شیراز به تهران اومد تا درس بخونه. بعد از اینکه پدرش فوت کرد، تقبل کرد خرج خانواده رو به دوش بکشه. او اول لیسانس زبان و ادبیات فارسی رو گرفت و بعد هم دکترای زبان و ادبیات فارسی رو گرفت که در اون زمان کار بسیار مشکلی بود. در آغاز برای درآمد داشتن داستان‌های کوتاهی می‌نوشت که می‌فروخت و بعداً اونا رو چاپ کرد. چون انگلیسی می‌دونست، یه کار فرعی هم گرفت و تو اداره رادیو به عنوان مترجم یک خبرنگار خارجی کار کرد. وقتی 27 سالش بود، با آقای آل احمد در اتوبوسی که عازم شیراز بود آشنا شد و ازدواج کرد. خانم دانشور علاوه بر آثارش به واسطه ازدواج با جلال آل احمد، یک نویسنده شناخته شده ایرانی هم معروف بود.